میرسیم به همین آلبوم جدیدتون، یه ذره راجع به همین آلبوم کار آهنگسازی، شعر، ترانه، بله، تنظیم کلن یه توضیح بدیم. بله، منم مثل خیلی از بنظرم مثل خواننده های الان با ترانه سراهای داخل کشور بیشتر کار کردم، با آقای یغما گروهی، با اشکان رحیمی، وحید مصری و همچنین با یکی از دوستانم در که در تورانتو زندگی میکنه، کامبیز میرزایی. اونا شاعرای این آلبوم هستن در حقیقت، و واقعا هر شعری رو من خیلی برام مهم بود که با این شعرها ارتباط برقرار کنم، حس کنم که یا من خودم تجربه کردم این چیزایی رو که این شعر داره میگه، و یا اینکه واقعا درکش میکنم، میدونی، یعنی کانکشن خیلی قوی باش میخواستم داشته باشم با این شعرها. و آهنگارم من چندین سال پیش خیلی وقت با یکی از دوستان هنرمندم، با فرزین فرهادی کار میکنم که پرودوسره و آهنگسازه و همچنین خودش آهنگ جاز آهنگ خودش ساکسفون میزنه و اصلا توی موزیک جاز و اینجور چیزاست. و با اون دو مرتبه شروع کردم کار کردن روی این آلبوم یک روز، ولی دو تا از آهنگا از آقای مهدی زنگنه که در ایران زندگی میکنه هست، اون ترک 5 و 6 کمکم کن و چه کنم بالا ایشونه، و یه آهنگم هست از من تا من که اونم از شعرش، یعنی ملودیش از آقای کامبیز میرزاییه که شعرش هم از خود آقای کامبیز میرزاییه، و یه دونه ترک هم هست به اسم سفر که اونو من ملودیشو نوشتم و من و فرزین در حقیقت روش کار کردیم و اون ارنجش کردیم. خلاصه یعنی یه خوده دوست داشتم با آهنگسازای مختلف هم کار بکنم تو این آلبوم که این اتفاق افتاد. و آلبوم رو حدود یک ساله که داریم روش کار میکنیم. من از چیزی که برام دوست دارم راجع به این آلبوم اینه که ما با بیشتر آهنگ ها به صورت زنده ضبط شده، یعنی همه ما در یک مکان در یک زمان توی استودیو بودیم با نوازنده های خیلی خوب، و این آلبوم و آهنگ ها رو با هم دیگه میذاریم و من میخوندم باهاشون، و این خیلی حس جالبیه برای من. کار متفاوتیه برای اینکه معمولا تو کارهای پاپ الان خیلی از صداهای مثلا الکترونیک و سینتسایزر و چیزایی که مثلا از قبل ضبط شده و فقط خواننده میاد تو استودیو و میخونه، ولی این بیشتر یه کاری بود که همه با هم دیگه داشتیم انجام میدادیم و این خیلی برای من جالب بود و یه انرژی خاصی به کارا داده. درسته. استقبال از این آلبوم چطور بوده توی این حالا دو هفته‌ای که تقریبا ریلیز شد؟ آره، الان دو هفته است برای ریلیز شده. ببینین، راضی بودین خودتون در همین؟ دوستان از من خودم که بسیار راضیم، و اینکه خیلی ها با این آهنگا ارتباط برقرار کردن. و با این و اینو باید به خاطر داشته باشین، من با کمپانی کار نمی کنم، من خودم اینو تهیه کردم و فقط پخششو دارم با آقای بابک خیافچی از آهنگ پروداکشنز کار بکنم برای کار اینترنتی و اینکه معرفی شده مارفرین اینترنت، و پخش توی مغازه هم با خانم مستانه خاص بود که با تاپ رکورد هستش، ولی خود تهیهش رو خودم کردم و واقعا کمپانی بزرگی که پشتیبان من نیستش و واقعا طول میکشه که همچین آلبوم های ایندیپندنتی معرفی بشن به مردم. بعد ما از یه طرف هم خب این قضیه دانلود مجانی رو که داریم، میتونی یه واقعیت الان، و مثلا همون روزی که آلبوم در آیتونز اومد برای فروش، فرداش من چند نفر من گفتن که چندین سایت این آلبوم رو گذاشتن برای دانلود. من کاملا اینو متوجه میشم برای دوستانی که در ایران هستن، میدونین اونا چاره دیگه ندارن. البته اینو بگم که همین چند روز پیش یک آقای از مشهد به من ایمیل زد و گفتش که از طریق آیتونز آلبوم من رو خرید. درسته. در ایران، یعنی، و گفتش که من خیلی راحت میتونستم اینو مثلا دانلود کنم، ولی من شما رو دوست دارم، فنتون هستم و میخوام ازت حمایت بکنم و این کار کردم. گفت چه حس خوبی به من دست داد وقتی این کار کردم. واقعا دمش گرم. ایشالا ما یه فرهنگی رو بعد راه بندازیم توی این جامعه ایرانیمون که این آلبوم ها رو یه ذره بیشتر بخرن بچه ها، چون حالا ممکنه خواننده های خارجی چون تعداد طرفداراشون بیشتره
آلبوم حالا فروشش یه درصد کمی از این طرفدارا هم اگه بخرن ممکنه که آلبوم خرجش در بیاد، ولی توی جامعه ایرانی واقعا هنرمنده یه ذره ساپورت لازم دارن. امیدواریم که این فرهنگ درست بشه توی این چند سال که دانلوده کمتر بشه یکم. حالا توی ایران که سخت‌تره، ولی این طرف بله توی ایران کاملا، یعنی توی ایران واقعا سخته. ولی برمیگردم به حرفی که شما زدین که استقبال چطور بود. خیلی خیلی استقبال شده از آلبوم، خیلی با آهنگایی مثل مثلا یک روز تو تهران که ترک اوله و غزل فروش. یعنی یه چیزایی آدم رو سورپرایز میکنه، تعجب میکنه که مثلا من نمیدونستم غزل فروش اینقدر میگیره، ولی مثلا خیلی ها باش ارتباط برقرار کردن، گفتن اونایی که تو ایرانن به خصوص و چقدر این روشون تاثیر گذاشته. آهنگ چه کنم که آهنگ تقریبا تند آلبومه، خیلی ها گفتن شهرزاد تو باید بیشتر آهنگای تند بخونی، خیلی خوب میخونی. این خیلی هم جالب بود. و آهنگ ما با آقای فرمرز اصلانی که اونم تقریبا یه هیت شده و خیلی هم ازش تعریف میکنم. خلاصه خیلی خوشحالم از این استقبال و امیدوارم که ادامه پیدا کنه، مردم باش بیشتر آشنا بشن و دیگه بیشتر و بیشتر مردم گوش بکنن. ما هم امیدواریم. همین آهنگ ما با آقای اصلانی رو که بهش اشاره کردید یه صحبتی بکنید. این آهنگ چی شد؟ حالا این همکاری با آقای فرمرز اصلانی پیش اومد؟ بله، من خب چندین خواننده خوب ما داریم که من واقعا صداشون رو دوست دارم، از جمله آقای داریوش، آقای ابی و آقای فرمرز اصلانی. یعنی از بچگی کارشون رو خیلی دوست داشتم، دنبال میکردم کارشون رو و صداش به نظرم واقعا زیباست. این شانس داشتم که من با آقای ابی قبلا در روی صحنه با هم دیگه آهنگ اجرا بکنیم دوبار و خیلی هم افتخار به من دادن. و آقای فرمرز اصلانی اتفاقی که افتاد، ایشون لطف کردن، بزرگی کردن و با من تماس گرفتن از طریق فیسبوک یه روز و همین جوری گفتن که کارای تو خیلی کلاس داره، من دوست دارم کارای تو. اینو که گفتن منم همون آن گفتم پس براشون یه پیغام گذاشتم گفتم میشه با من شما یه آهنگ بخونی. بچه پررو شدم دیگه. بعد آقای اصلانی هم گفت آره حتما، ولی خب بذار ببینم مثلا آهنگ چیه و چه جوری اونجا. این اتفاق که افتاد، من با دوستم کامبیز میرزایی که تو کاناداست باش ترانه سراز باش تماس گرفتم، ببین من میخوام توی همچین شعری اگه میتونی بنویسی، یه همچین ایده ای دارم که دو نفر عاشق هم دیگن، ممکنه یه موقعی با هم دیگه بودن ولی دیگه الان نیستن، زندگیاشون دیگه الان هر کی داره یه کار دیگه میکنه، شاید اصلا در یک سیچویشن و یک رابطه دیگر ولی هنوز عاشق هم دیگن. و اینو که گفتم کامبیزم واقعا کارش عالیه، یعنی زیبا این شعر رو نوشت. و بعد از اون با فرزین تماس گرفتم، گفتم این شعر بیا یه همچین آهنگی، یه خود ریتم داشته باشه، جذبی باشه، رومانتیک باشه، یه همچین که اونم به نظر من خیلی قشنگ آهنگ رو ساخت. و بعد ما برای آقای اصلانی فرستادیم گفتیم شما چی فکر میکنی؟ اونم گفت من فکر میکنم یه هیت بشه. کی شد؟ و آره و واقعا خودشون هم تو واشنگتن دی سی زندگی میکنن، براشون هم مشکله که مثلا پاشن بیان الی، ولی یه بار برای ضبط آهنگ اومدن الی با هم دیگه ضبط کردیم، چند هفته بعدش هم برای ضبط خود ویدیو اومدن. درست. و کار خیلی ترتمیز و خیلی شیک هم در اومده و خیلی هم استقبال شده بود، هم از خود آهنگ هم از ویدیوش تا اونجایی که ما مرسی. اطلاع داشتیم. بس. تبریک میگیم بهتون خلاصه. مرسی، خیلی ممنون. اشتباه بود چه خوب بود اشتباه، اگر که کوره راه بود چه عمد بود کوره راه، اگر که اشتباه بود، اگر که کوره راه جز فاصله نیست، عهدی که بسته شده هستی که جای گله نیست، به هم نمیرسیم، چاره جز فاصله نیست، عهدی که بسته شده هستی که جای گله نیست.